سرخط خبرها، مجازات احتمالی 5 سال زندان در انتظار ترامپ. جواب رد آمریکا به تایوان: از استقلال تایوان حمایت نمی کنیم. هشدار اعلام جنگ آمریکا به ایران. احتمال دیدار بایدن و شی جین پینگ برای اولین بار. و تام کاتن: رهبران ایران به مدت چند دهه خواستار کشتن سلمان رشدی بودند. مشروع اخبار: مجازات احتمالی 5 سال زندان در انتظار ترامپ. به گزارش اسپوتنیک، پولیتیکو می نویسد که اداره تحقیقات فدرال FBI در حال تحقیق در مورد نقض احتمالی قانون مربوط به جاسوسی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که ممکن است منجر به حبس او شود. در این گزارش آمده است که FBI در حال تحقیق درباره ترامپ در خصوص حذف یا از بین بردن سوابق، ممانعت از انجام تحقیقات و نقض قانون جاسوسی است. قطعا نشان می‌شود که محکومیت برای این تخلفات می‌تواند حبس یا جریمه نقدی باشد. آقای ترامپ خود هنگام ریاست جمهوری جریمه چنین کاری را افزایش داد و حالا مجازات این کار بالغ بر 5 سال حبس است. در حکم بازرسی آمده است که از جمله مناطق جستجو شده در مار آلاگو دفتر 45 و انبارها بوده، اما اتاقهای اختصاصی مهمان که توسط آقای ترامپ و کارکنانش استفاده می شده بازرسی نشده است. جواب رد آمریکا به تایوان: از استقلال تایوان حمایت نمی کنید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتی تاکید کرد که ایالات متحده به سیاست چین واحد متحد است و از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند. پرایس گفت اختلاف‌های چین و تایوان باید از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. هشدار اعلام جنگ آمریکا به ایران. مارک اسپر، وزیر دفاع سابق آمریکا، ترور هر شهروند آمریکایی توسط ایران را اقدام جنگی علیه ایالات متحده دانست. اسپر که طی مصاحبه‌ای با شبکه CBS نیوز مصاحبه می‌کرد، درباره تهدیدها و توطئه‌های ایران برای ترور مقامات آمریکایی گفت که او به طور شبانه‌روزی و 7 روز هفته از زمانی که وزارت دفاع پنتاگون را ترک کرده است، از سوی دولت ایالات متحده آمریکا محافظت می‌شود. اسپر پنجشنبه 21 مرداد در مصاحبه خود گفت: اینجا در ویرجینیا و هنگامی که سفر می‌کنم دارای محافظت شبانه‌روزی در طول ایام هفته هستم و این بخشی از کار است. اظهارات مارک اسپر یک روز پس از آن مطرح می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند ایرانی را به تحریضی برای کشتن جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا که از اواخر سال 2021 تحت حفاظت سرویس مخفی آمریکا است، متهم کرد. احتمال دیدار بایدن و شی جین پینگ برای اولین بار. به گزارش اسپوتنیک، وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ممکن است اولین دیدار رو در رو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در ماه نوامبر داشته باشد. این روزنامه نوشت مقامات چینی در حال برنامه‌ریزی برای سفر شی جین پینگ به جنوب شرق آسیا و دیدار با رئیس جمهور بایدن در ماه نوامبر هستند. قطعا نشان می‌شود که این ممکن است اولین سفر رئیس جمهور چین در تقریبا 3 سال گذشته و اولین دیدار وی با بایدن از زمان روی کار آمدن وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا باشد. و تام کاتن: رهبران ایران به مدت چند دهه خواستار کشتن سلمان رشدی بودند. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، در واکنش به حمله به سلمان رشدی گفت: رهبران ایران چند دهه هست که خواستار کشتن سلمان رشدی بودند. می‌دانیم که آنها برای ترور مقام‌های آمریکایی نیز تلاش می‌کنند. جو بایدن باید هرچه سریع‌تر مذاکرات احیای برجام را با این رژیم تروریست پایان دهد.